خب منم عرض سلام دارم خدمت شما. اول که خدا رو شکر میکنم که تونستم این بازی رو برنده از زمین بیرون بیارم، ولی اصلا برد دلچسبی نبودش و بهمون نچسبید این برد. گیم اول دوم یه مقدار توی سرویس و دفاع خوب کار کردیم و تونستیم دو گیم اول رو با این فاکتور رو برنده بشیم، اما متاسفانه از گیم سوم یه مقدار ارورای تیم بالا رفتش و شاید هم بدن بعضی از بازیکنامون خالی کرد. ببینید من در مورد این فشردگی لیگ و بعضی از بازیکنامون که خب یه مقدار سنشون بالا هستش و جز بازیکنای با تجربه هستن، با این فشردگی لیگ واقعا سخته. اینجا که میرسه دیگه واقعا بدنا خالی میکنه، یعنی هم به لحاظ بدنی هم به لحاظ روحی روانی روشون فشاره و تیم ما هم حالا به واسطه اینکه یه مقداری دستمون خالیه توی بازیکنای رزرو نمیتونیم بازیکنای دیگر رو جایگزین کنیم، خب این برای ما مشکل ساز شده. از طرفی باید به فکر سلامت بازیکن ها باشیم و خب توی مرحله پلی آف بتونیم تیم رو کامل در اختیار داشته باشیم. از طرفی هم نمیتونیم به بازیکنامون استراحت بدیم. دیدین که باز امروز مجبور شدیم مجددا از بازیکنای اصلیمون استفاده کنیم. می‌خواستیم با آقای علوی استراحت بدیم ولی مجدد مجبور شدیم ازشون استفاده کنم و این یه مقدار کارو برای ما سخت کرده. فقط امیدوارم که حالا یک هفته زمانی که داریم بین انتهای فصل تا پلی آف بتونیم تو اون یک هفته بچه‌ها رو یه مقدار ریکاوری بکنن و توی مرحله پلی آف به مشکل نخوریم، وگرنه واقعا تا الان فشار زیادی رو متحمل شدن و یه مقداری بدنشون خالی کرده دیگه. میگم گیم سوم واقعا از نظر فنی خیلی تغییر کردیم با گیم اول و دوم و خب این ضعفیه که انتهای فصل تیم ما دوچار شده. حالا تیم ارومیه بازیکنهای جوانتری داشتش و شاید گیم پنجمشون با گیم اول زیاد تفاوتی نداشتش، ولی خب توی تیم ما این قضیه محسوس بود. ولی خب خدا رو شکر می‌کنم که توی روزی که اینجوری بود وضعیتمون و زیاد روز خوبمون نبود تونستیم نتیجه بگیریم. خب ببینید یه خبر خوشحال کننده بود که هفته پیش بعد از بازی به من داده شد که خب صعود ما به مرحله پلی آف قطعی شده. جای داره به هم شرکت نیان الکترونیک و هم هواداران خونگرم مشهدی تبریک بگم. خب تیم نیان الکترونیک در اولین سال حضورش به مرحله پلی آف صعود کرد، برای خودم جای خوشحالی داره. تیمی که دیر بسته شد و یه سری مشکلاتی رو ما ابتدای فصل داشتیم، خدا رو شکر تا الان به مرحله پلی آف صعود کردیم. امیدوارم که اونجا هم بتونیم یه عملکرد راضی کننده از خودمون به نمایش بذاریم و نماینده خوبی برای شهر مشهد و استان خراسان برای اولین سال باشیم. خب دو تا بازی دیگه ما با تیمای اول دوم جدول داریم، یعنی تیم حراز آمول و شهتابه هستیم اول دومون جدول هستن که دوتا بازی انتهایی ما با این دوتا تیم هستش و کار بسیار سختی داریم. خب بازی های قبل از پلی آف هم هست، حساسیت خودشو داره. یه بازی ما تو آمول داریم با حراز و بازی انتهای فصل هم که اینجا میزبان تیم شهتاب هستیم. امیدوارم که اونجا هم بتونیم یه بازی خوب رو از خودمون به نمایش بذاریم و بازیکنانمون رو برای مرحله پلی آف سلامت در اختیار داشته باشیم. اولا من تبریک میگم به تیم حریف، خسته نباشید، میگم به هر دو تیم، مخصوصا به بازیکنان خودم که خیلی تلاش کردن. واقعا یه ماراتون بود، من فکر کنم همه از این بازی لذت بردن. ما امروز متاسفانه هم کاپیتان تیممون رو نداشتیم، هم پاسور اصلی تیممون مریض بود و اصلا تو بازی نبود. علی‌رغم اون ما ست دوم وقتی که 24-23 جلو بودیم، اگه میبردیم شاید بازی عمو سهی که نفر ما تموم میشد. ست سوم هم که 36-34 بود نشون میده خیلی نزدیک بود بازی. من از بچه‌هام راضیم، خیلی زحمت کشیدن ولی فکر میکنم که میشد این بازی رو برد و شاید بر اساس اتفاق ما ست دوم رو باختیم. چیزی از ارزش‌های بچه‌های جوان من نمی‌کاهه، من واقعا ازش تشکر میکنم. امیدوارم که توی دو تا بازی بعدیمون با همین روال بازی خوب انجام بدیم. ببین تماشاچی که به هر حال میان تیم خودشون تشویق میکنن، تماشاچی مشکلی نداره، ولی من واقعا اینو، من سال 93 هم گفتم اینو توی مشهد، الان هم دارم میگم، مشهد در واقع بعد از تهران اولین شهر ایرانه. خیلی افت داره که مشهد بخواد تو این سالن والیبال بازی کنه، خیلی افت داره. ما تو رومیس 4-5 مثل این سالن داریم، بنابراین من نمیخوام بگم سالن بد بود، میخوام بگم در شأن خودتون نیست تو این سالن بازی کردن. این سالن به هیچ وجه استاندارد نیست، به هیچ وجه استاندارد رو نداره. اگرچه ما راحت بازی کردیم، یعنی مشکلی نیست که ما چون باختیم، دارم میگم در شأن والیبال مشهد و
خود شهر مشهد با این هم امکانات نیست. متاسفانه ما قرعه‌مون طوری افتاد که از 6 بازی آخر 5 تا خارج از خانه داریم، کل ایران می‌خوام بگردیم. الان از اردو میاد اومدیم مشهد، میریم رامسر بازی می‌کنیم، دوباره برمیگردیم اردکان. 5 تا از بازی 6 بازی آخرمون خارج از خانه گذاشتینم، برمیگرده برنامه‌ریزی حالا نمی‌دونم خوب بگم چی بگم، برنامه‌ریزی فدراسیون. عرض سلام دارم خدمت شما همه بینندگان عزیز. بازی خیلی خوبی بود و هیجان انگیز. دو سه تا اول ما خیلی خوب بازی کردیم و تیم ارومیه خیلی بد بازی کرد. دو سه تا بعدی ما یه مقداری بد بازی کردیم، ولی سه تا سوم به بازی برگشتیم ولی متاسفانه از دست دادیم. سه تا چهارم هم واقعا بد بازی کردیم. میگم همونطور که شما فرمودین بازی نوسان زیادی داشت و تو سه تا پنجم فکر میکنم تونستیم با تجربه که داشتیم تیم خوب و جوان شهرداری ارومیه رو شکست کنیم. این بعد از اینکه ما دو سه تا رو بردیم فکر می‌کنم تمرکزمون یه مقداری کاهش پیدا کرد و تیم ارومیه هم به برد واقعا نیاز داشت. اونها هم بعد از اینکه دو سه تا عقب افتادن به بازی برگشتن و حتی میتونستن سه تا پنجم هم برنده بشن، ولی خب گفتم که با تجربه که ما داشتیم تونستیم بازی رو به نفع خودمون تمام کنیم. ببینیم نسبت به قرعه تیم‌ها میشه این کار رو ارزیابی کرد. خیلی از تیم‌ها اوایل فصل بازی سنگینشون رو کردن و الان بازی راحتشون، و بعضی از تیم‌ها مثل ما بازی به مراتب راحت‌ترمون اول فصل انجام بدیم و بازی سنگینمون آخر فصل است. امیدوارم بتونیم ریکاوری خوبی داشته باشیم این دو تا بازی رو، با توجه به اینکه صعودمون به پلی‌آف قطعی شده بتونیم حفظ کنیم بدن‌ها رو و انشالله که بازیکنی هم آسیب نبینه تو هیچ تیمی و بتونیم هشت تیم به سلامت به پلی‌آف برسیم.